سلام دانشجویان عزیز، امروز درس ششم خود را شروع میکنیم. در این درس کلمه هایی که در برای فهماندی اونها یعنی گپ خواهم زد کلمه های زیرین هستند. خب این حال یک بار میخونم، شما با دقت گوش کنید چی طور تلفظ کرده میشد و همچنین در دفتر لغت خود اینها را بردار نمایید. This با گونه که این کلمه رو ما پیشتر گذاشتیم، ولی برای که مثال آوردن this و that، یعنی فرقیات هایشان رو برای این رو یک بار دیگر نمیستم. this یعنی چون this و that حرف t و h در یک جمله استفاده است، they نوک زبانی یعنی that this، ولی که برای شما دشوار باشد this گفتن، شما میتوانید this گوید یا اون باقی ندارد. this in یعنی مثال این ручка است، این دستگاه است، این خانه است. مثال that on why مثال چه میفهمم وقتی که مثال نامی همین cleaner. خب این ручка مثال this is a pen، این ручка است، that is a cleaner. why یعنی لطه تخت سینک میموشد، یعنی چیزی که در نزدتان است this استفاده میبرید، یعنی این that why، یعنی مثال این دفتر است، why کتاب است. مثال to do یعنی کار رو کردن، یعنی اجرا کردن چیکار رو. o'clock ساعت، یعنی این ساعتی که در دست میمونید یا که ساعتی که در دیوار است وای رو در نظر ندارد. وقتی که یعنی o apostrophe o'clock یعنی اوکو ساعتی. مثال ساعتی 6، ساعتی 5. مثال at 7 o'clock در ساعتی 7. to want خواستن، یعنی درس این روزا در باره تو پیش از فعل اومدنش هم کمی معلومات میدیم. یعنی تو کلمه ترجمه یعنی در با می شود، ولی پیش از فعل اومدن در یعنی با فعل چسبیدن این با دیگر معنی می شود. خودت می فهمم. but لیکن new اگر به حرف تجی گیره وقتی که گفتن اما درس یکم فراموش کردیم، وقتی که آخری کلمه همچنان تمام شود حرفی یعنی یو خونده می شود. مثال new چون اگه دستی حرفی N و دو حرف، یعنی این دو حرف در یک جایی یو خونده می شود. new یا که مثال few و همچنی چندین حالت های دیگر در new now old کوهنا، یعنی یک اشیای نو یک اشیای کوهنا. ولی که در کلمه old همچون مثال old man یعنی مرد پیر، یعنی چیزی پیر رو هم در نظر داشته باشه، ولی که جوان گفته new رو به هیچ وجه یعنی جوان گفته استفاده بوده نمیتوان، جوان young می شود، new اما وقت چیزی نو جدید نو. car یعنی حرفی r در آخر اومدگی است، یعنی تلفظ میکنیم ولی پوره نه کار، ولی برای شما دشوار باشد باکنیسی چون که کورسی اولی است، یعنی اولوینی اول است، باکن ندارد. کار گفته رفتن گید کار ماشین، یعنی ماشین سبوکراد رو در نظر دارد. لوری ماشینی مرکش، یعنی گروزاری میگم با زبان انگلیسی با استیلو، یعنی ماشین های کار مرکش رو در زبان انگلیسی لوری میگم. خب آنی ها شروع میکنیم کلمه یه دیست را در چه را استفاده بودم. مثال خب اینجا خواهد میکنیم سلیم لوک
Salim, look. This is a pen. Hold. یه کلمه دیگه رو هم یاد می‌کنم دوستان. یعنی book notebook کتاب دفتر. خب pen ручка pencil قلم. خب pencil قلم. یعنی ручка قلم. قلم یعنی کجا کردم میشه؟ کجا کردم میشه؟ شما می‌دونید. Pencil قلم. خب سلیم look look this is a pen. خب دوم جمله. That is a pencil. خب دیده ایسای کلمه ها کلمه ای this و that یعنی سلیم. یعنی مثال نقطه بمونیم مثال ده دلشاد. یعنی دلشاد با سلیم خطاب میکنن. یعنی میگوید سلیم look this is a pen that is a pencil. سلیم نگاه کن این ручка است. این ручка است وای قلم است. یعنی سلیم نگاه کن این ручка است وای قلم است. خب دوم کلمه رو یعنی نیو و اولد رو در دوم این جمله در مثال میبیارم. یعنی نو و کهنه این چونی باتر. خب is a pen that is a pencil. یعنی سلیم نگاه کن این ручка است وای قلم است. یعنی مثال وقتی که یک چیزی که در مسافه نزدیکتر جوگیر است شما گید این وقتی که مسافه دورتر باشد شما گید وای. یعنی این گفته است سلیم نگاه کن این ручка است وای قلم است. خب this pencil this pencil is new. یعنی کلمه نیو رو در اینجا در آخری یعنی در بسیار مواردها و جمله های ساده و دیده در آخری کلمه میآید نیو یعنی ناو. همچنین در سرشای کلمه مثال اگر کلمه عبارت باشد مثال نیو دی روزی ناو. This pencil is new. یا شما میتوانید یا که میتوانید یا که this is a new pencil. ولو که این جمله ما دوام دارد برای new در اینجا میگوید this pencil is new but this pencil is new but that pencil that is old. خب مثال this pencil is new. یعنی این قلم نو می باشد but that pencil is old. لیکن یا که همچنان گفتن اما ولی لیکن در تاجیکی یعنی ما چند سینونیم ها داریم. یعنی اما ولی لیکن همه شما دیگه یک معنی دارن. خب شما میتونید اما گید لیکن گید ولی گید. خب this pencil is new این قلم نو میباشد یا که نو است but that pencil is old لیکن وای قلم آن. خب اون در اینجا یک تو بچه را قلم داشتیم. خب but that pen is old. گفته شده است که این قلم نو میباشد لیکن وای ручка کهنه میباشد. خب یعنی چون دیدید
نیست دهت وارد را باشون فهمو هست وارد را فهمو هست چون که آسانتایی من سوزتنی شکل رو استفاده بودم فهمو نیستدم وگر من رو فهمو شد شما حتما در کمیتر نیست جواب خواهیم داد خب نمشتن همون هم بخشیش هر چیز یک شما از اول درس تا آخر درس میبینید برای خوب نتیجه دادن آموزش شما حتما نویسته گیرید خب میتونید پاوز مونید نویسته گیرید چون که من زود زود پاک کردم ایستان دوست کرو تخلیصی کرو خب پاک میکنم این ها کلمه های دیگر رو میسول میگاریم خب o'clock to want خب o'clock I go to school I go to school at eight o'clock. Hold. I go to school at 8 o'clock. Mom. یعنی در اینجا حالا که شما فهمیده هستید که یعنی دونا دونا اگر کلمه ها رو ترجمه کنیم همون منطقی جمله چی در نظر بره یعنی آی من میروم با مکتب در 8 ساعت یعنی ما منطقا میدونه که یعنی این کسی که همین گفته استوده است یا که وقتی شما گفتن رو این در نظر دارد که یعنی من ساعتی 8 به مکتب میروم یعنی به طرز درست زبان تاجیکی ترجمه کنیم یعنی حتما ترجمه ها منطقا ترجمه میشوند یعنی مضمون ها نه خب برای همین خب من خب ساعتی 8 به مکتب میروم یعنی من در ساعتی 8 در ساعت 8 با مکتب میروم I go to school at 8 o'clock خب مثال شما همچنین بجای مکتب میتونید دیگر کلمه رو مثال اگر شما در ناحیه اسماعیل سامانی باشید و ناحیه فردوسی رفتم شما گفتید که I go to فردوسی سیتی نه فردوسی سیتی سو نمیشه فردوسی تاون یعنی شهر I go to Firdausi at 8 o'clock یعنی من به شهر فردوسی میروم من ساعتی 8 به شهر فردوسی میروم یا که همچنین شما میتونید به جای هر جایی که یعنی سمت که رفتنی یا در ساعت چند رفتنی هستید میتونید اینجایی واس کنید و ساعتی رفتن رو مثال شاید شما در ساعت 4 رفتی باشید در ساعت 1 رفتی باشید خب شماره ها رو واس میکنید یعنی مثال یک مثال دیگه مینویسید I go to store خب حتما پیش از store to the store then میمونن خب یعنی آرتیکل I go to the store خب store مغازه یعنی ترجمهش at eight نه میتونیم five خب لیکن با مغازه کسی ساعت پنج نمیخواد شاید میرم فایل نمیسیم یعنی I go to the store at 5 o'clock من ساعت پنج با مغازه میرم یعنی چون که دیده شما میتونه تغییر دید یعنی شماره و سمت دوبه میتونه این جمله رو استفاده برید خب این جمله رو عینی ها خب این جمله رو عینی ها پاک میکنم جمله دیگر رو نمیسم I have a notebook.
I have a notebook. خب یعنی verb بمونه. But I do not have. But I do not have a book. یعنی کلمه دو نوت رو دیده حیران نشد، این رو ما حالات گذشتگی هستیم. یعنی این من شکل پروش رو نویستم دو نوت، شکل کدوه این یعنی من نویسته بودم don't، یعنی یه چیزه اینکور کردم، اتریتزت کردم. یعنی من I have، من دارم. I don't have، من ندارم. خب I have a notebook، من دفتر دارم. But I don't have a book، لیکن من کتاب ندارم. خب یعنی کلمه but رو استفاده بودیم مثال لیکن. خب این حال در دوام جمله کلمه want رو استفاده میکنیم. And I want، I want to have، I want to have a book. But I want to have a book. And I want to have a book. و من میخواهم کتاب داشته باشم. خب در همین جا کلمه تو هم میبینیم، یعنی کلمه تو. So I go to school، من به مکتب میروم. یعنی کلمه تو ترجمه برام میگیرد، چون که در اینجا دیده استوده در فعل، یعنی پیش از فعل کلمه تو میبیند. مثلا وقتی پیش از اسم میبیند، یعنی مکتب چی اسم. خب یعنی مثلا to store چی مغازه، یعنی ایس پیسو بشان. اگر در شاخه گراماتیک زبان تو جگیریم مکان هم پیسو بشان. خب یعنی کجا مکتب، کجا مغازه. لکن در زمان انگلیسی پیش از ایس ترجمه برو میگیرد. پیش از فعل یعنی هف چکر کردن، داشتن. خب تیک گرفتن، یعنی تو تیک گرفتن. در اینجا با کدوم مانو میبیاد؟ یعنی وقتی که همین کلمه آمد، هر آمد، شما در زبان تو فهمید که یعنی پسوند ایلوه نمی کنید، پسوند یعنی پسوند جانشینی. یعنی مثلا من کلمه خواستنم، من میخواهم میشود. خب من میخواهم تو باشد، تو میخواهی، یعنی تغییر میوان، میخواهم، میخواهی، میخواهد، میخواهند. لیکن اگر پیش از همین فعل یعنی کلمه تو بیاد، همین چی خیلی شکلی مصدر، یعنی شکل لغویش هست خواستم، یعنی هم خیلی ترجمه میشه. مثال have داشتم، I have من دارم، to have داشتم، یعنی این چی گونه که هست داشتم، خوردم، رفتم، کردم، دویدم، پریدم، یعنی هم خیلی ترجمه که واسه من میفهمم که چه ترجمه که همین to have داشتم یعنی شود، داشتن شود. اگر به استوگیم داشتن پلوچه چه شود. I want to have a book، من میخواهم کتاب داشته باشم. خب من کتاب داشتن میخواهم. خب من کتاب داشتن میخواهم، یعنی داشتم. یعنی چونه که دیده ایستوده have، یعنی کلمه have اگر شما در لغت بینید ترجمهش میشه داشتم، لیکن I have باشد، یعنی با جانشین ها پیوست کنیم، یعنی پسوند میگیرند، یعنی تغییر میوبند. من داشتم نمیگیم، من دارم، تو داری، او دارد، شما دارید. مثال یعنی
فعل تغییر میواد و یعنی وابسته به جنشین. خب و اگر که تو ایلاوه کردن چونونی که در لغت هست همون خیلی ترجمه میکنیم. مثال I have a notebook but I don't have a book. من دفتر دارم لیکن من کتاب ندارم. And I want to have a book. و خب و من کتاب داشتم یعنی چون بزرد چی خیلی هست همون ترجمه کنیم در جمله درست میاد. و من کتاب داشتم میخواهم. خب یعنی کسی گفته شده است که من دفتر دارم لیکن کتاب ندارم و من دفتر داشتم میخواهم. خب همچون کلمه تو رو آزه با ما چی اومد to do to do اجرا کردم. یعنی اینا این کلمه رو من برای چی نیستم برای اون که کلمه تو رو باشم خواهم پیش از عمل یعنی do اجرا کردن یعنی fail است. به همین مقصد من این کلمه رو نیستم یعنی به این کلمه اینه ما مثال نمیبریم. خب بازر یک چند مثال دیگر در برای استفاده بودن تو پیش از فعل است به شما می نیستم. خب با استفاده بودن کلمه ماشین و ماشین برکش یعنی گروزاری بگیم. خب مثال to have داشتم to take. خب I take a new car. My car is old. Yeah, I want to take. Yeah, change the best way. پیش از فعل take چون گرفتم یعنی شکل لغوی شده شما باید حتما دونید که چی از شکل لغوی کلمه. شکل لغوی کلمه یعنی یک کلمه به ایلوه یکم جونشین یعنی شکل مصدر میگن. اگر زبان باید زبان دیگه کلمه رو تنها وقتی که ترجمه کنید اون با شکل مصدری ترجمه میشه. مثال take. خب take گرفتم eat خوردم لکی در وقت گذنم و چونی اسفاده نمیره که من گرفتم تو گرفتم خیلی نمیگیم من میگیرم تو میگیری یعنی ایواز میکنیم فرد رو. خب پیش از take اومدن تو چی معنی رو داد؟ خب یعنی داشتم. خب I want to take a new car. My car is old. خب من ماشینی نو داشتم میخواهم. من میخواهم ماشینی نو داشته باشم. من ماشین نو داشتم یعنی همین کلمه چنانی که بود take داشتم وقتی تو ایلاوه میکنیم یعنی این همو تغییر نمیکنیم شکلی صیغوی شد یعنی با جنشین ایلاوه کردم و یک تغییر نمیکنیم. لیکن وقتی اگر همین نموشد لیکن این جمله خطا میبیاد I want take I want to حتما باید باشد. ولی که در کلمه یعنی وقتی که امریکان سوگ هم بزنم بین امریکان سوگ انگلیسی ها یعنی لحجه هست. مثال در زبان انگلیسی توزه یعنی با لحجه انگلیسی I want to take a new car یعنی چونی میگم در امریکانسی یعنی امریکانسکی لحجه قطعی دیالکت قطعی اونها I wanna take یعنی تو رو I wanna که گفتن یعنی اول معنی I wanna take a new car. من میخوام من ماشین نداشتم میخوام. خب تو نیستیم یعنی کلمه چون دست داری کلمه تو رو پیش از فرکی باید یعنی حتما این باز نمیکنیم. از یک چند مثال دیگر می نیستم چیزی گفتن نه مثلی در روشی درس اگر در این در بیوید. خب تو خب
take the pencil. I take the pencil. I want to draw. خب کلمه درا رست کشیدن، چون که اگر وقتی پیش از رست کشیدن، رست کشیدن همچنین کلمه فعل است، تو اومده استودست، یعنی رست کشیدن. I'll take the pencil. من قلم رو میگیرم. I want to draw. من رست کشیدن میخواهم. من رست کشیدن میخواهم. یعنی چون که در صورت رست کشیدن وقتی که تو ایلوه کردیم چنانی که بود همون خیلی ترجمه شد. یعنی بلکه پسوند در کلمه بعدی اسم یعنی ایلوه کردیم شد. من میخواهم، من رست کشیدن میخواهم، یعنی من میخواهم، تو میخواهی، یعنی ما این کلمه رو عوض میکنیم بعدی اسم، بعدی جونشین. خب I want to draw. I don't want. I don't want to go to the store. I don't want to go to the store. And then turn this way. Do that to my students. And a yaktash pesh as ismas store mahoza. Yaktash pesh as is. Yaktash pesh as fail. Go raftan. I don't want. I want man mechoman. I don't want man na mechoman. And don't kalimai in kor kardani har amal har volatro. نفهم don't یعنی نه نه ترجمه. I don't want to go to the store. من یعنی با مغازه رفتن نمیخوام، یعنی go رفتن. I go من میروم، to go رفتن یعنی تغییر نمیدهم رفتن. I don't want to go to the store. من چون که در سوده پیش از اسم ما رسید اینش با ترجمه شود. این کلمه تو هر دو یک نرسته می شوند. خب در اینجا این کلمه بد ترجمه می شود، یعنی من با مغازه رفتن نمی خواهم. در اینجا برای اون که همون شکلی مستری فعلا نشون دهد می آید کلمه تو، یعنی ترجمه که به شکل کلمه مستری فعل یعنی رفتن. من با مغازه رفتن نمی خواهم. خب من این وقت باره دارم شما میتونم حتما کلمه draw رو هم سگره خونده میشود draw، و در بعض هم دیالکت ها یعنی لحجه های خارجی draw هم میگویان. خب draw یعنی رست کشیدن، یک اون رست رو کشیدن draw. خب این وقت درس ششون خود رو به اتمام میرسونیم. به همه شما در روزهای بهار ذهنی برو آرزو ماندم. خب تو درس دیگر دانشجویان عزیز سلامت باشید.